سفر مزده پول خورد کجا بود این وقت شبیه ها کرده نداره پس من چه کار بکنم بیرم هم ملت خورد دوتا حضرت آقا دست ما پول خورد شد وسط تو نست من که ندارم منم که ندارم چطور شد؟ یاد بیرون آشید خدای من چی کار کنیم؟ شماره ما نه بعد اینو ببریم بهش بیمارستان درده چطور شد؟ دوت باش دوت باش برمونش برم چه خورده تونتر تونتر بلو چشم آقا الان میره خواهش میکنم مهم نیست ببری دوتا خودش کامپ رو بشت از بسنی چشکش آتف خانم آتف خانم با شما چتونه با شما چت شد آتف خانم آتف بگی
از دست این درس و کتابای تو خواسته شدم. یه روز نشد با دست پر بیای خونه. چی کار کنم؟ کمن بندازم از خونه مردم برم بالا؟ خجالتم خوب چیزیه. من دیگه حوصله‌ام سر رفته. منم جوونم. منم دلم لباس خوب و گردش میخواد. من شوهر کردم که آسایش داشته باشم. نه اینکه سر دوازدهم و کنج خونه بشینم دلمو خوش کنم و چشمامو به در بدوزم که کی آقا کی شوهرم از تهرون میاد، کی لیسانسشو میگیره، کی کار پیدا میکنه، پول واسم میاره. عاطفه یه خود عاقل باش. من این هفته یه بارم به خاطر تو از تهرون میام اینجا. این همه سب کردی، این چمارم تعامل کن. بذار من لیسانسمو بگیرم، اون وقت میبینی که چطور تمام آرزوهایت رو برآورده میکنه. برو گم شو با اون لیسانست. دیپلمو گرفتی که غلطی کردی که حالا لیسانس بگیری. بزرگ نمی بهار میاد، کم بوده با خیار میاد. آه وای خدا خدا. حالا میگی چی؟ من یه محصلم، در حال حاضر واسم بیشتر از این نمیرسه. حرف آخرتو بزن. حرف آخرم اینه که یا زندگی بهتر از این یا دست از سرم بردار. نکنه زیر سرت بلند شده؟ آخه یتیم که تو که کسا کاری نداری. دیدم که من طلاقت دادم و رفتی. میخوام بدونم با یه بچه کدوم گوری میری؟ با این طفل مصوب چی کار میکنی؟ اون دیگه به تو مربوط نیست. خودم میدونم چیکار میخوام بکنم. بسیار خوب، حالا که اینطوره من حاضرم. بفرمایید. حالا دیگه آقا داغ به دل یخ میذاره. تو بمیری از فردا تمام کلاغا سیاه میپوشن. آره زودتر بیا جلو. منو میترسونی؟ چیه من برو پیش آقای مهندس بدازی. گریه نکن بابا جون، گریه نکن. الان برمیگردیم، تکلیف تو هم مرد. گریه نکن. من تو این اجتماع مثل یه مرد زندگی کنم، اما افسوس وقتی که تو محضر طلاق گرفتم با عجله به خونه برگشتم. بچم بچم نیست، بچم بچم گم شده. تو باید دادی من بچم از تو میخوام. بچم برای شما ببینم. آتش خانم چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ جانا خانم بچم گم شده، شما ندیدینه؟ چرا آتش خانم، مگه اون آقاه نهی بردش پیش شما؟ نه اون چی بود؟ کجا بردش؟ یه آقای چاق و بدترتیبی از ماشین پیاده شد، بچه رو که گریه میکرد ورداشت بود. آخه کجا؟ شما چیزی بهش نگفتی؟ چرا؟ بچه وسط خیابون سرگردون بود، داشت گریه میکرد. یه ماشین از دار رسید، اون آقای بچه رو بغل کرد و نازش کرد. من بهش گفتم آقا بچه رو کجا میبری؟ حرفی نزد و فوری بچه رو گذاشت تو ماشین و به سرعت رفت. آخرش کار خودتو کردی زن یه دنده بیشعور. شما نفهمیدین از کدوم طرف رفت؟ از این طرف رفت. اون وقت بود فهمیدم شوهرم رو که از دست دادم. هیچی، بچه هم از دست دادم. یا مانش تو چطور شد؟ هیچ خبر نیست؟ دلی خود اومدی افروز جان؟ حالش چطور خانم؟ خوبه؟ خوب شد؟ افروز جان حالت خوبه؟ انشالله که حالت خوب. حالش خوبه خانم؟ حالش خوبه؟ چطور شد؟ حالش خوبه خانم؟ با تو هم ببخشین، حالش خوبه الحمدلله، از خطر گذشت. خوب قربونه دلم. صدیقه بله. بچه حالش چطوره؟ خوبه خانم، بردیمش اتاق 12. چه نسبتی ها به شما عرض میکنم که چی بگم؟ رفیقم دیگه خانم. رفیقی؟ آخه چطور؟ چطور نداره، رفیقم دیگه. مگه نمیشه با یه بچه دوست شد؟ شما پدر مادر این بچه رو میشناسی؟ پدر مادر؟ این بچه بی پدر بی مادره.
خانم خدا میدونه پدر مادر بیغیرت و بیاتفش کجا. اینجا پدر مادر و سلاجر آخه معلوم نیست کجا داره نگشی میکنن و بچه رو به امان خدا سپرده. جانم کوچولو چرا آسپرینا رو خوردشون میکنی؟ آخه مریضم، درسته نمیتونم گوشش بدم، اینه که آردش میکنم تو بتونم بخورم. آها، آردش کن بابا، آردش کن. آخه تو که نمیدونی من چه بلایی به سر این هروئینیا میخوام در بیارم. باشی وقتی آدم توی سفید بده. آخه یه خری با تاکسی نگی آدم توی قرونی بگیره، تا آخر هم من و هم خودتو لو میدی. زود باش دیگه، میبینی که حالم خوب نیست. طور خدا زود باش. این دفعه اگه اینجوری بیای دیگه بهت جنس نمیدم. چشم، قول بیدم. بگی بودم به چاک خدا که قربون دستی برو آقا. خواست بستر هروئینیت کنم، برو بعد دختی بیچاره. عوض هروئین گرد آسپرین بهت دادم. کوچولو یه بسته آدم سوزه بگیرم. چه جور آدم سی قرونه دیگه بیرم تو چطه. حواست کجاست کوچولو؟ از اون آدم سی یه قرونه میخواد. این چی؟ ببخشی بفرمایی. این شو بیا، اینم پولش. مرسی. با چه بی همه کس چرا ما شایی قراری گرد آسپرین بهشون فروختی ها؟ تو خیال کردی اگه این ترکو بزنی کسی نمیفهمه؟ همه یه ما توی این دستگاه مثل زنجیر به هم بستیم. اقلن صد نفر داره از این کار نون میخوره. تو نیم فجبه با این کارت میخوای نون همه یه ما رو آجر بکنه؟ نه، خدا نزد، من قصدی نداشتم. یه بچه از کار میکنی؟ ولش کن بچه رو، مگه چی شده؟ بیا به کارمون برسیم برادر، بیا به کارمون برسیم جانم. مکاله یادم رفت. ایشین بابا شما بفرمایی سلوات بفره. امیدوارم که میبخشی. خیلی نداره یدل خان، خیلی معذرت میخوام. امشب قرار بود بچه ها جنسا رو بیارن ولی گیر کردن. خبر رسید چون از بیراه میان ممکنه یک کمی دیر و زود کنن. نه مانه نداره، شما جنسا رو برسونید پولش رو داره. داشت یعنی هر وقت که رو عبردین همون موقع پولش رو داره. بزمت چه تو هنوز اینجایی؟ اون را بکه بچه مگه فردا نمیخوای کار کنی؟ چش میرم، همی الان میرم. سیگار، آجان، کبریت، کبریت، آجان، سیگار، آجان، سیگار، کبریت، آجان، سی خوب داریم، بخریم، آجان، سیگار، کبریت، سیگار، آجان، کبریت، بخریم. شکلات قهوه‌ای داری؟ چند کیلو؟ اندازه یک کبریت، اندازه یک کبریت. بیا
باش، برو ببینم چی کار میکنه. خیلی خوب. کوچولو یه بسته آدم تو سفید بده. آدم تو سفید؟ همه آدم تو سفیدن چیزه؟ بیا. نه نه، از اینا نه. آدم تو سفید منظورم همون گرده دیگه. چی میگی؟ آدم تو گرد نمیشه؟ ببینم، نکنه که تب داری؟ چرا میلرزی؟ بهتر نیست بری دکتر؟ ببین با کوچولو، خیلی ناراحتم. داری بده، اذیتم نکن. تو که حال ماها رو بهتر میدونی، بده هر چی بخوای بهت میدم. برو بابا خود روزی تو جایی دیگه حواله کنه. آدم سیگار. خب پس کوچولو یه شکلات قهوه‌ای بده، از اون که داری. لا لا خیلی لا، آخه مرد حسابی مگه من شکلات فروشم؟ دست از کارم ورده ولی میذارم به کفوزتو خورد میکنم. نکنه عوضی گذاشت دادم، شایدم من اشتباه میکنم. نه این نباید باشه. کبریت آدم سه خوب دارید. آدم نه چی شد؟ چیزی فهمیدی؟ والا نه بابا، عوضی بود. جمونم اشتباه شده، بچه هیچی از چیزا نمیدونه. نه اشتباه نیست، فکر نمی کنم اشتباهی گزارش داده باشم. باید جعبشو کاملا بگردم. برو بریم. این دفعه فرار کرد ولی بالاخره چی؟ خیال میکنی من آدم تو هم؟ یا اونایی که جون کندن این جنس رو تا این گرفتوندن آدم تو هم؟ همه یه شما ها سرداره مونه. ببین داداشم، چک 25,000 تومنه ایست قبل، ولی 5,000 تومنه ایشی میشه. باید همین علا اخ کنی. بابا گفتم که نوکرت میپنی. من این حرف ها سرم نمیشه. تو خیال میکنی رسوندن جنس به این آسونی هست؟ نه واقعا خیال میکنی که رسوندن جنس به این آسونیات 24 تا بیراهه اومدن تا این جنس رو به تو رسوندن. فکرشو بکن، سر این جنس دو تا کشته دادیم تا این جنس تا برده به دست تو رسیده. دو تا کشته دادیم تو به دست تو رسیده، فهمیدی؟ حالا که جنس رو به تحویل دادم 5,000 تومن کم میدی، میگی باشه بعد واسه من گروکشی میکنی. گروکشی؟ گوش کن دوست من، گروکشی نیست. فردا بیا اول وقت، من 5,000 تومن بهت میدم. هیچ دیگه ناراحتی نداره. باشه فردا. فردا؟ خوب باشه. چون به بچه ها قول دادم که فردا بهشون پول برسونم، امشب ناچارم اینجا بمونم. باشه بفرمید. خوب کجا باید بخوابم؟ رو تخم چشم ما، اینجا متعلق به خودتونه. هر جا که عشقتونه بگیریم بخوابه. پتوه می که دارید سب کنین. سب کنین. اینم پتو بفرمین. بیا بکش رو دهنم. بی خودی باست من رول بازی نکن، ولم کمت بخوابم. شب بخیر. شب بخیر.
یوز دیدی گفته آتیش گرفته. حالا ولش کن دیگه، حرفش هم ازم بیا، یه سیگار بکش، یه خورده حال جا بیاد. آقا 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 یه قبیشی که سر جا دست دیشب یه نفر رو کشت و حیط قبل خونه چیز بفرما نگو. برو برو بچه خدا، روزی دو جایی دیگه حواله کنه. برو دست از سر کسل من بردار. به خدا آقا دروغ نمیگم. آخه شما مرده چرا حرف ما بچه کوچولوها رو باور نمی کنی؟ یه لعنت به هرچی مردم آزاره. یه برو با اینا تکه تکه میکنم تخمه چه. چرا آقا من چی کارتون کردم؟ چرا فوش میدین؟ به خود راست میگم. یه برو دیگه تو بمیری نمیتونن آدم راحت باشه. باقی بری. لا اله الا الله، نمیتونن آدم راحت باشه. بابی بری بیا بری. تو همه چیز رو دیدی؟ آره؟ نه من ندیدم، من هیچی ندیدم، هیچی. نه ترس کاری ندارم، بیا کوچولو ناراحت نشو، بیا بریم خونه. نه باش من تاریت ندارم. چی شد؟ ناراحت نشو دخترم، ما غریبه نیستی. آخوان میرو خوان فرداشو انشاءالله بگی بخوان. افروز جون حالت که خوبه؟ هم امین خان کجاست؟ این خانم کیه؟ این خانم سرپرست دارن، این یعنی سرپرست دارن. هره خب افروز جون دیگه دیر وقته، من باید برم، فردا میام پیشت. خب خانم پرستار با اجازه من مرخص میشم، بچه رو به شما میسپرم. جون شما و جون این بچه خدا رو بسلامت. خوش آمد. خواهش خدا زحمت نکشی، من خودم میرم، درم که وازه، راه رو هم که از این طرف. خدا حافظ. چطور بچه؟ مگه مار زده تو رو؟ از چی میترسی؟ از چی فرار میکردی؟ اون میخواد منو بخوشه. پس کو؟ من که چیزی نمیبینم. الان اونجا بود که یه دوست داشت، تو اینجا دنبالم اومد. ببینم کوچولو، تو حالت خوبه، از کی صحبت میکنه؟ نکنه رفتی سینما و از این فیلمای جنایی و بکش بکش دیدی ها؟ نه به خود راست میگم، اگه من به شما بگم که چطوری یه نفر قوی که یه نفر شبونه کش اونو تو حیط قوی خونه چالش کرد، چه ما اصلا باور میکنی؟ حالا دیدی من راست میگفتم، حتما تو شبا از اینجور خوابا میبینی. خدا چرا هیچکی از حرف منو باور نمیکنه؟ آخه چرا من کوچولوام؟ آها گوش کنین، به خدا من با این چشمه خودم دیدم. میخوای بریم بهتون نشون بدم؟ ببینم اگه تو دروغ گفته باشی میدونم چی کارت کنم. باش you
صاحب این قهوه‌خونه شما هستین؟ بربا چه امری داشتیم؟ این چی میخواستم ببوسم این بچه رو میشناسین؟ اختیار دارین، اینو من بزرگش کردم. نفهمیدم، یعنی میخوایم بگیم شما پدرش هستین؟ والا هم آره هم نه. یعنی چی؟ والا حقیقتش اینه، 5 سال پیش توی یکی از شهرستونا پیداش کردم. هر کی هم گشتم منو باباشو گیر نیاوردم. در راه رضای خدا بزرگش کردم. حالا نمیدونم چه شیطونی کرده که مزاحم شما شده. خب کوچولو، گفته که اینجا جالش کرده. اشتباه که نمیکنی؟ نه اشتباه نمیکنم، ولی نمیدونم از دیشب تاله این حوز از کجا پیدا شد. چند وقت این حوزه اینجا کار گذاشتین؟ کم اونم 3 ماه باشه. میتونین از این سیمانکار همسایه‌مون بپرسین، چون خودش اینو کار گذاشته. استوار؟ بله قربان. برو این سیمانکار رو زود ورشتا بیار. چشم قربان. خب که گفتی این حوز دیشب اینجا نبوده، درسته؟ بله جناب سروان، ولی نمیدونم این حوز از دیشب تا لحظ کجا اومد. جناب سروان، حاضر قربان. خب جناب استاد، این حوض شما کار گذاشتیم، بله؟ بله قربان، چطور مگه؟ عیبی داره؟ اگه کسی از کار من ایراد گرفته، حاضرم درستش کنم. چند وقت این حوض کار گذاشتیم؟ والا 3 ماهی میشه قربان. بله 3 ماهه. نظر تو چی هست؟ چه عرض کنم قربان؟ ها؟ هرچی جناب سروان. کوچولو؟ پس این کوچولو کجا رفت؟ گوشه؟ ببینم بچه؟ آقا چطوره قبیسه؟ کجا رفت؟ چه عرض کنم قربان؟ ملاحظه فرمود سرکار، یه علف بچه آبروی منو توی این محل بیقرار کرد. دیدی؟ بله. شما ناراحت نشید، پیش آمده دیگه، چه میشه کرد؟ پروازی. بله قربان. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما سرمان. یکی منو برسونه اون برای خیابون. بابا میخوای بینی اون برای خیابون؟ آره بابا جو، خدا عوضت بده. ببین خیلی ببینی دخترم، بازم تو کوچولو. برو بابا جو، خوش اومدی. دست علی همراه باشه.
جانم عزیزم، ما حالا کار دارم. بچه میگم بیا وجا کارم که من جان شوقی داشتم بگی گره مانداسید وی علق ریخته گیم شنشم بگی ساکتید بگرم گره قربانه جو چی شد بابام؟ بگی آشی سلام سلامتی گشنده بیا جونم، بیا اینجا، بیا تو، بیا جونم، بیا بابا، بیا بابا، بیا اونم، بیا خونم خجر برم، کچولو، بیا، بیا سلام سلام، خوب، دختر جون اول بگو ببینم تو چه گدا نیستی نه آفرین جالو، این شد حسابی منم دو تا بچه دارم گدا نیستن اما فقیرم هیچ اب نداره من خودم 60 سال آزگاره که دارم مشروب میخورم 59 سال که با هر کسی عرق خوردم کالا سرم گذاشته اما حالا 1 سال که آقل شدم با کسی مشروب نمیخورم ببین این کالارم که میبینی اون کسی سرم نذاشته خودم سرم گذاشتم ببینم که تا یه با من هم پیک بشی؟ نه بری کلا خوشم اومد هیچ وقت جونم هیچ وقت هم پیک کسی نشو اما ساندویچ که مهمون من میشی باشه بری کلا میشیم یه ساندویچ حساب یه پدر مادر دار بره به این دوست جدید باش مالم میارم بده جونم بده خودم نوکرشم متشکرم نمیخوام نه تشکر لازم نی ساندویچ که چیزی نی برم بیا جونم یا عزیزم با خوشم نیست یا تا کچولو یه به دست دوخته خدا فش جونم برو گربو خب حالا موشیم همونم و تو بریزونم من که ماشم بیجه ببینم بچه جون بیا بیا تو که دو که نیستی نه ها باری کلو ولی گروس نشده خیلی خوب مهمون منی بیا بخور بخوره مست مستم ساقیا شستم بگیر تا نیفتادم ز پا تونش چقدر میشه به تو میدم هر چقدر بشه میدم بگو ببین چقدر میشه چقدر میشه بفرم.
به تو برسه. پیداتان در رای فهمیدیم. که دست من فرار میکنم. منو دست میندازی باز مکنه؟ خودم من کاری نکردم، من چیزی ندیدم، من ندیدم. از دست من فرار میکنی، با دستای خودم میکشم. خوش رو کیف کردم، ببین، آدم، خوش برسم، شکنیم نش، ببین. گیری که دکتر چی گفت، حق نداری تا یکی درست از جد تکون بخوش. خب پس با من کاری نداری؟ نه، بکنم. بیا تو بیم.
نجات از کسی نیست. بشین دیگه. رفت، من نمیدونم بالاخره چقدر باید منتظر بمونم. حوصله داشته باش، همه روزا درست میشه. تا منو داری حوصله خورجونی. بالاخره منو چیچیت معرفی کردی؟ برادر عزیزم. گفتم داداشم موشنگ تازه از آمریکا اومده، چند روز دیگه میره تحصیلش ادامه بده. پس تکلیف این سرخر کوچولو چی میشه؟ اونو بلش. فردا تا فردا میندازمش بیرون. برم ببینم بچه چی کار میکنه. بچه خوابه. بوز بچه باباره. سلام. سلام کوچولو، چطوری؟ حالت خوبه؟ مرسی، خیلی خوبم. سلام. سلام عزیزم. مثل اینکه کوچولو حالش خیلی خوبه. داداش هم حتی پیش اومده بود ازت خدافزی کنه. قراره فردا بره آمریکا. خاطر به این تلفن نکرد؟ اینقدر تلفن کردیم که نزد. بگیری. دستی دلی دو خونه نزد. دستی عزیزم، امشب داداش همو با دوست داشت دوست دارم بیان اینجا. فردا پس فردا میندازمش بیر. برم ببینم بچه چی کار میکنه. بچه خوابه. بوز بچه بابا چه؟ سلام. سلام کوچولو، چطوری؟ حالت خوبه؟ مرسی، خیلی خوبم. سلام. سلام عزیزم. مثل اینکه کوچولو حالش خیلی خوبه. داداش هم نیم ساعت پیش اومده بود ازت خدافظی کنه. قراره فردا بره آمریکا. خاطر به این تلفن نکرد؟ اینقدر تلفن کردیم که نزد. نتونستیم ادارت رو بگیری. دستی دلی دو گوله نزد. راستی عزیزم، امشب داداش همو با دوست داشت دعوت کردم بیان اینجا. میخوام برم خرید یکم پول به هم بده. باشه عزیزم. راستی من پول زیادی همراهم ندارم. خودی چک بنویس. باشه، بهتر. عزیزم، مبلغش رو ننویس، فقط امضا کن، ممکنه کم و زیاد بشه. باشه، هر چقدر دلت میخواد بنویس. ببرم بانک وصول کنم یا خود جناب عالی نقدن میفرستید؟ چی؟ 500,000 تومان؟ چک من دست شما؟ چک من دست شما چی کار میکنه؟ یادته بهت گفتم خونه رو به اسم من بکن؟ گفتی من و تو نداریم عزیزم. گفتم ماشین رو به اسم من بکن؟ گفتی تصدیق نداری عزیزم. حالا هم جواب آقا رو بده عزیزم. آها، خب تکلیف بنده چیه؟ میپردازیم یا تاشی میبرین زندان؟ باید حدس میزدم. این کوچولو یه چیزایی به من گفت ولی باور نکردم. فکر نمیکردم تو این درجه پست و نمک نشناس باشی. خواهش میکنم مؤدب باشین، به یه خانم محترم توهین نکنین. خفش و مرتی که آخه این خانم محترم زن منه، دخالت کنی چی باید بگه؟ همون چک 500,000 تومانی شما این اجازه رو به من میده که دخالت کنم. راستی ببخشین، ممکن اون چک 500,000 تومانی که من خودم کشیدم و ندارم زیارت کنم؟ خیلی متاسفم، چک بشی من این دادسرا. خب حالا از من چی میخوان؟ والا من که طلبمو میخوام، باید دید خانم چی میخوان. من که چیزی نمیخوام، فقط خونه و ماشین رو به من بدی بستم. فقط خونه و ماشین؟ کمه دین؟ کمه دین؟ اگه کمه بگو بابا. و اما شما؟ بله؟ شما هم یه 500,000 علمی خواهد. بله بله، همین. خوبه. بله. پس الان حساب اینو خدمتتون داشته باشید. Ah.
ازت ممنونم که به دیدن من اومدی. این همه دوست آشنا هیچ کس به سراغ من نیومد. آخه چرا حرفای منو باور نکردین؟ چرا؟ نمیدونم. منو اخبار کردم. میگفتن تو همیشه از این خوابا میمیری، تو خواب را میری. خیال کردم تو هزیو میگی و خیالاتی شدی. باشه. یه پدری ازش دارم که لب رو بشه یاد کنه. خیلی ممنونم. ولی دیگه هیچ کاری از دستم. حالا میبینی. کاری میکنم که خودش رو به دست پات بیفته. پس گوش کن. میتونی یه کاری برام بکنی؟ بگی نبا. هر کاری که بگی براتون انجام میدم. من یه دوستی دارم به اسم امید خان، خیلی چاقه. خونش رو درست نمیدونم، اما هر شب تو کاباره خانم روزاست. امید خان معروف به امیر گدنده است. اونو پیدا میکنی و تمام جریان منو بهش میدی. سب کن. ممکنه تو رو اونجا را ندن. اون وقت چیکار میکنی؟ خاطر جمع باشین آقا. من اینقدر کلک و اینا بردن که خودم اون تو جا میکنم. کوچولو، پس این کارو برام انجام میدی؟ آره. البته که انجام میدم. چشم. گفتیم کافی روز خانم امیر خان ایدنده. آفرین کوچولو، آفرین. بعد برنامه توه. بسه یه خودی نگاه کنم. باش. کم حاضر شده باست عوض کن، منم باید دکور عوض کنم. چند
امیر خان، این بچه رو میشناسی؟ نه، نمیشناسمش. من امیر خان هستم، چی کارم داشته؟ نه، چشم آب نمیخوره. امیر خان آدم چاب و بیشیل پیله است، ولی از هیکل تو حق بازی کلک میباره. گازمت، من کلک حق بازم واسه بینم حالا قیمه قرمت میکنم. سب کن ببینم آقا جون، دم زور تو به یه علف بچه میخوای نشون بده. به تو هم نشون بدم خودش. استغفر الله. آقا جون جوون، مردم میخوان چند دقیقه استراحت بکنم، مردم میخوان چند دقیقه خستگی روزونشون رو اینجا در کنن. بیا و نالت بر پدرت کن و دست از سر کچل ما بردار. چون هرچی مرده بوره بیشین سر جد. به تو چه امو، مگه تو وکیل مدافعی؟ برو باید تبلتو خاله.
شما تبلت خالی هست برو آقا جون سلامات بر. من که دست رو نوزاد بلند نمی کنم جه ارزش نداری گام بودی ده زدی پا یکی دیگم بزن اینم دو دو تا مشتب که به ما زده حالا دلت خواه نگشد اگه راست میگی دست بلند کن بینم آخه روزا خانم چه کارش کنه؟ صاحب اختیاری ادبش کن من بمیرم خواب اینجا که خوبیت نداره و لطفی هم نداره میبریم ات بیرون حالتو جا میاریم با اجازه کچونی جا امرم بازنه 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 دستت امیر خواه سبت برشم 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 الان میذارم الان یکی یه با مناسبت میذارم خب کجا اومدی؟ من اثر نمیکنم حالا من داغونت میکنم بله کوچولو رو پیداش کردم آره تو کافه خانم روزاست اینجا برنامه اجرا میکنه بله حالا میگی چی کارش میکنم چی؟ نه تنها نیست یکی دو نفر بزن بهادر باشن چی؟ بکشمش آخه چطوری؟ بسیار خوب منتظر هستم تا شما بیاییم خیلی خوب یه خورده زودتر فعلا خدا تو رو نیم ساعت پیش داشتن یه زدن دفت کنه دیکن سیبیلت کن اونی که من میزدم سیبیل داشت نفت نمیدم اکبر عجب به کشت کشتیه کشتی رو خود بد و خوره دیگر بادا میخوایی دیگر جانم بزنه آره به شیره که داره بزن تو سر بیا تو رو میزن پیشینم رو پیشینه اکتبوی میده خیف جانمی دیگه برین محل بوجن بردار برین دیگه بای اکتبوی بردش اینجا رو از طرق نزدیک بود دستبانی به شما بابا برای چی خوندی پدر مادر رو دارم حالا خواه چی میگه کوچولو من هم میبیه دندم تو کارم داشتی بریم بیرون تا بهت بگم بیرون مگه اینجا چشه خب حرفا تا بستم گوش کن بیا بسن چیه؟ داری آرتیست ما رو قر میزنی باری کلا بابا باری کلا آرتیست داکی من رو قر بزنه من سر توشون رو قر میزنم ببینم امیر خان میخوای حتی من رو گوش کنی یا نه؟ من سگی کی باشم که فرمایش شما رو گوش ندم داکی. پس برو بریم تا بهت بگم کوچولو فردا شب یادت نره بیای ها چش امیر خان پس سب کنم برو لباسم عوض کنم بعد بریم خیلی خب برو هزار هزار ماشالله چه آتیش پاره ایه تکی تکی ها یکی خدا نگرد نداره چپش میکنه نگرد از آقا تو نگرد سلام کنیم سلام سلام برو آقا تو الحمدلله موفق شدیم توالت خوبه خیلی آقا برزخی
دکتر چه خبر شد؟ منجری شد چی شد؟ نفهمیدم اینا کسا به ما تیر مینداختن پس نخه به امم تیراندازی میکردم خوب آره دیگه نفهمیدی اینا آتیس بازیه باز خاطر شما بود آره ببینم کوچولو جریان چیه؟ اینا رو میشناسی؟ آره بریم خونه تا بهت بگم آقا بریم خونه تا بهت بگم برو نکنه اینا دیدن ما تاکی خالی جیرا بردیم به من تیر مینداختن من میگیره بونه از تو میگیره نشونه هوای روی چرده دیگه ای امید جونم تو بشو هم آشیونم دل آرزوی چرده ماه من غمزه مکن و خارش مال ماهی پس چرا دل بر من اینقدر بی وفایی اگه من سرم بری ترو به چنگ میارم اگه تو بوسم بدیم سر شیرین میکارم چیزی نمیدونم من به چشم خودم دیدم به خودت دروغ نمیگم ولی که اینطوری نمیخواد برنامه اجرا کنی برو لباسات رو بپوش کن اینجا برات خطر داره چشم الله اینجا جن داره یالا خوب باش معطلش نکن مهمون نمیخواین سلام علیکم سلام ای شیطون خیلی تنبل شدی ها به زبانده تو باز کنه
سلام. بی باریکلا. خوبه الکس؟ بله الحمدلله حالش خوبه. اگه بخواید میتونید نه نبریدش. چرا؟ آخه چیزه میخواستم بگم که آخ معذرت میخوام، از بس خستم نمیفهمم چی میگم. آقای دکتر دیگه به چیزی احتیاج نیست؟ نه خیر، فقط یکی دو روز استراحت کنه کافیه. آها خدافظ کوچولو. خدافظ بزرگیلو. دیگه بریم آقا. نه خواهش میکنم تشریف بیارید، من با شما یه عرض خصوصی دارم، ببخشید. چی؟ من چی خانم؟ چی میخواییم بگیم؟ من مادرش. چی؟ مادرش؟ پس تا حالا کدوم پوری بودی؟ حالا فرصتش نیست که همه چیزو برای شما تعریف کنم. خواهش میکنم، خواهش میکنم هر جا این بچه رو میبری منم همراهش بدارم. حد میزدم گرچه خونه مقابل شما رو نداره. باش بفرمه بریم خواه. بفرمه آسو بخواه، خیلی خوش اومده اینجا اتاق خوابی شما. بفرمه بینه خوشیتون میاد یا نمیاد. مرسی ممنونم. خواهش خونه پرستاری چه به اینجا بودی؟ نفهم میدونم، حالا دیگه ما حق نداریم یه مهمون تو خونمون بیاریم، باید از شما اجازه بگیم بیا. خیلی خب، به من روسیه میخواد اون آقا من میگه تو زندونی. تو فکر حالا برو بگی بس بیا. چاقالی قشنگم غم روز دل برون کن، زندگی رو سخت نگیر، نشاط شادی بکن. غیر بده ای کچولو جای من اینجوری به چرخون و به گیدون، وقت نشاط به بالا بنداز، آتیش به جونه هم همی پایا بنداز. وقت نشاط به و بالا بنداز، آتیش به جونه هم همی پایا بنداز. فرشته ای بقیه عمود خدا نگهدار، منم میرفتم هم که تو میچای خونم مثای تو، خدا نگهدار. خدا کنه تموم مردم زمونه تو جونشون غمی نگیره آشیونه، خدا کنه تموم مردم زمونه تو جونشون غمی نگیره. نشاط بشکن و بالا بنداز، آتیش به جونه غم همی حالا بنداز. وقت نشاط بشکن و بالا بنداز، آتیش به جونه غم همی حالا بنداز. به روی گوش دارو به من میگن یولو، وقتی که من میام جلو ینگ همشون زد میشه مکنای گلدایو. خدا کنه تموم مردم زمونه تو جونشون غمی نگیره آشیونه، خدا کنه تموم مردم زمونه تو جونشون غمی نگیره آشیونه. وقت نشاط بشکن و بالا بنداز، آتیش به جونه غم همی حالا بنداز. وقت نشاط بشکن و بالا بنداز، آتیش به جونه غم همی حالا بنداز. دختر
گفته هیچی رفیقت هست که تو زندگی متشر ماست؟ وای دادم راست میگی. یه دو قصب کن الان خدمت میرستم که بریم. بابا تو هم زد باش دیگه. خب عاطف خانم حالا موقعشی که جریان رو بشکیدیم. نه نه این کارو نکن، من میترسم. از چی میترسی؟ از خودم، از اون، از همه چیز میترسم. میترسم طاقت دیدن عکس العمل بچه رو نداشته باشم. میترسم باورش نشه. خیلی خوب، پس باشه یه وقتمون مناسب دیگه. اما راستی الان میریم شما رو برسونیم خونه. من و کوچولو یه قراری داریم که باز انجام. چه قراری؟ باید یکی از دوستامون از زندون نجات بده. از زندون؟ با بچه؟ آره، راوچار رو اون بلده. آبرو یکی از رفقامون در خطره. تو رو خدا امیر خان، مبارد. اوه خطر جمع باش، بریم بریم. کوچولو چیکار کردی؟ اینا چه پونزده هزار تومانی رو پیدا کردم. قصدشو نخواستم. سعی کردم. خیلی خیلی چیز دارم. بخور عزیزم. بیا. بهترین مشروبیه که در عمرم خوردم. سلام خانم. چطوری؟ بازم تو؟ از من چی میخوای؟ با خط مبارک رضایت بده من و کرخان از زندون بیاد بیرون. همین لطفاً لبخند. نه من لبخند دیگه نمیتونم. چک تو داد سرا ببخشی چک اینجا سلطی دینش. نه خیر کف رفتم. خانم میدونین که رابطه زن شوهر با مرد غریبه چه جرمی داره، علل خصوص که تو یه رخت خواب باشن و به خصوص که از تایی هم به عنوان مدرک داشته باشن. خب چه بابا نایی کلای مردم رو خراب نکن که پدر به مادر. آی از درخنه رو بالا شن بلکن بلکن بلکن
حالا مونده قسمت خیابون بره قسمت خیابون آقای پاتر این دوست ناموس و کلاه برداری نگردارین تا اون یکی تر بفرمایید اینم خانم با عفت شوهر همه گیتون بفرمایید بریم کلونتر خانم شما هم لباساتون رو بپوشیم بریم خانم هیچ شده بود که شوهر شما شبا یا چند شبی تو مهمونخونه یا مسافرخونه یا خونه یکی از فامیلاتون بمونه و شب خونه نیاد؟ نه خیر جناب سروان، فقط هر ماه یا دو ماه یه دفعه که دیر وقت میشد پیش دوستشون یدالله خان قهوه خونه دار میمون. شنیدی خانم چی گفت؟ بله جناب سروان، من که گفتم. چی رو گفتی؟ همون دیگه، نمیدونم شما چی رو فرمودی؟ دل رافه مثل این که حرفای اون بچه کم کم داره صورت حقیقت به خودش میگیره. سرکار حرف اون بچه رو ولش رفتیم اونجا علاق شدیم بسات قبچی بیچاره رو به هم ریختیم و برگشتیم. استوا کدوم دویه که سه نشه این دفعه فکر میکنم رد پایی پیدا میکنه. جناب سروان بقیده من این گمشده رو باید جای دیگه جفتگی کرد. بچه که راست میگفت ما رو تو حیات قبه خون هرچی شما بگید سرکار. ولی آخه آخه چی؟ ده بگو. چشم میگم جناب سرکار. اون سنگ تراشه چی میگیم؟ یادتونه بچه میگو واسه اونجا حوض نبود ولی سنگ تراشه گفت سه ماه حوض اونجا کار گذاشته. قربان اتفاقا سر نخ دست همین سنگ تراشه است. بچه‌م وقتی دید حرفشو هیچ کس باور نمیکنه از ترسش فرار کرد و رفت. چی؟ اون بچه خول دیوونه بود سرکار. استوار چش سرکار هر چی شما بگید ولی آخه جناب سروان ولی قهوه‌چی و سنگ تراشه از خدا خواسته وقتی دیدم بچه فرار کرد و رفت مرتبا میگفتن دیدی جناب سروان بچه خواب میبینه خیالاتیه. استوار بله جناب سروان من خوشم. چی شو؟ چرا؟ بله من هرگز خودمو نمیبخشم. من حرف اون بچه رو سرسری گرفتم. من به اون بچه اهمیت ندادم. این گناه بزرگیه. استوار یادت باشه بعد از کارمون بگردیم اون بچه رو پیدا کنیم و ازش معذرت بخوایم. چی؟ معذرت بخوایم؟ اونم از یه بچه خول خیالاتی؟ پسر مواظب حرف زدنت باش. معذرت خواستن که کسر شأن نیست. خودخواهی و اهمیت ندادن به حرف بچه هایی به هر چی شما بگین جناب سرون. اینا مشغول زده خوری بودن که آوردن میشون. از قرار معلوم موضوع ناموسی. اینجا چی کار میکنه؟ داستانی از خانم میپرد. خانم؟ بله نسبت خانم. چی؟ شما چرا گریه میکنی؟ به خدا من تقصیر ندارم. این مردی که منو از را به در برد. دروغ میگه جناب سروان. این زن شیطون رو درس میده. این منو از را به در کرد. هسته دیگه چیه ننه من غریبم در آوردی؟ با داشتن شوهر شما باید واقعا خجالت بکشین. پاسبان بله قربان اون دو نفر رو بازداشت بکنید. و اما شما خانم بفرمایید منزل تا خبرتون بکنم. چشم خدا عمرتون بده. و اما شما و تو کوچولو همراه من باید بیاین. من دیگه کجا بیام؟ میخواییم بریم اون قهوه خونه. نه جناب سروان بس نیست. بگی بازم بکنه. به خودی من با چشم خودم دیدم که امید رو چالش کرد. ناراحت نشو کوچولو. من که دست بردار نیستم. راستی یدالله خان گفتیم که این حوض رو چند وقت کار گذاشتیم؟ والا اون دفعهم که عرض کردم یه سه ماهی ها که تو مگه؟ صحیح ولی مثل این که اون دفعه گفتیم دو ماه. یادتونه؟ من جواب نمیکنم. ولی سیمانکاره میگفت دو ماه کار گذاشته. چی؟ ممکنه شما اشتباه میکنید. که من اشتباه میکنم. جناب سروان عرض داشتم قربان. چیکارم داشتی بگو. جناب سروان اینا هر دوتا بدبختا گفتن سه ماه. ساکت باش دارم پولتیک میزنم پسر. بله جناب سروان هرچی شما بگید.
گفتی سیمانکارم دروغ میگه ها؟ اصوار؟ بله قربان باران سیمانکاره را از زندون مرش دار بیارش اینجا چی؟ از زندون؟ اطاعت میشه قربان چی شو؟ فرمودید کی را از زندون بیارم قربان؟ سیمانکار کمکن داریم که فتم رو آوخ داده گرفتشون باریکالله یه علف بچه آبروی تو رو ناحق بکتن؟ خب چه گفتی کوچولو دروغ میگه همه رو خواب دیده پس اون جسد چی بود؟ ببینم تو قبل خونه باز کرده بودی یا مرکز قاچاق و فساد؟ و جنایت آخ چه من چرا حرف این کوچولو رو باور نمی کردم کوچولو ازت خیلی معذرت میخوام امیدوارم که منو ببخشی اختیار داری سر کن شما باید منو ببخشید شما هستم یالا بیافت اینجا رو بینم یالا بیافت یالا 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 خدافز دیدی مخافت عمل کنه دیدم خواب مثل اینکه دیگه کار ما تموم شد کوچولو ما میتونیم بریم ببین یه کاری با چه بینیم داریم امیر چه کاری؟ چه کاری؟ آقا منوچه یه رفته زندو منتظر ماست که آزادش کنیم اخ وست میگی من چقدر خنگم بره بریم یه پیادن بریم من این دفعه گول نمکنم پاشو خالی هم باشه من امیر خان خیلی اصلا نشکرم واقعا دوستی رو تموم کردی کوچولو نمیدونم چطوری فداکاری تو رو تلافی کنم اختیار دارین آقا وظیفه هم بود خب حالا کجا داری میری؟ میریم خونه ما بفرمی بفرمی خوش اومدی چی؟ آتیفی؟ منو چی؟ منو چی خود تو نمفرمی؟ بفرمی آتیف خانم رو معرفی میکنم میشونه منچه خان آره تو به مارستا با هم آشنا شدیم خانم خوبیه خیلی هم مهربونه یه دقیقه چیزه بدیم حالی دیر نشده خودم رو بهش معرفی کنم چی میگه آدفی؟ بچه؟ کدوم بچه؟ کدوم بچه؟ افروز رو میگم افروز؟ همین کوچولو رو میگی؟ بچه ایما؟ بله بچه ایما نمیدونستی؟ آتفی یعنی میگی ما بچه همونو پیدا کردیم؟ این حقیقت داره؟ آره اون بچه همونه خدا جا باورم نمیشه یعنی اونو چه ده؟ آره بابا ماما بابا ماما جون بابا شد. دختر منو کشیده این مادر تا چی قضا اش کشیدی منو برمان بدش کن
الا دیگه بعد اینجا دیگه جایی نداره اگر دیگه این زندگی تازه رو به همش نزدنی نه قول میگیم قول میگیم